خب قسمت دوم اینفو سینک میل اکانت آدر و ادوانس هستش سینک میل اکانت برای زمانی که شما اون اکانت ایمیلتون هم توی اپل مثلا فرض کنید توی میل داده شده و ازش استفاده میکنید یا توی پی سی فرض کنید توی آتلوک و اون رو روی آیفونتون هم دارین مثلا فرض کنید یه ایمیل برای شما توی جیمیل میاد شما اون رو روی آیفون میخونید و پاکش میکنید زمانی که میایین این برنامه میل رو باز میکنید میبینید دوباره اون ایمیل براتون اومد این جلوی اون قضیه رو میگیره و همه اکانتاتون رو با هم سینک میکنه و دیگه این ایمیل های تکراری و اینا رو نخواهید داشت عنوان بعدی که آدر هست سینک سافاری بوکمارکس و سینک نوتس هستش سینک سافاری بوکمارکس میاد همه بوکمارک های سافاری شما رو با بوکمارک های سافاریتون توی آیفون سینک میکنه که خیلی به درد میخوره و من خودم خیلی ازش استفاده میکنم سینک نوتس هم همینطور شما نوت هایی که توی آیفون دارید رو میتونید توی سیستمتون ببینید و بالعکس اما قسمت ادوانس به نظرم چند تا عنوان خیلی خیلی مهم داره ممکنه شما دفترچه تلفنی که روی آیفون دارید رو بخواید کلا جایگزین کنید با اونی که توی سیستمتون هست به طور مثال این آیفونتون رو دادید چند وقتی یکی دیگه استفاده کرده حالا دوباره تون و میخواین همه اطلاعات کانتکتش پاک بشه و اونهایی که توی ادرس بوک شما هست جاش بره یا اونهایی که توی آتلوکتون هست جاش بره این عنوان رو شما ب... میزنید و این پایین هم نوشته که الان که شما اپلای رو بزنید فقط بار اول البته همه اطلاعات از کامپیوتر ریخته میشه توی گوشی در واقع دو طرفه نیست این قضیه و فقط یه طرف است در مورد کلندر، میل اکانت، بوکمارک و نوتس هم باز به همین صورته و اگر خواستید همه اونهایی که توی آیفون پاک کنید و جاش اونهایی رو بذارید که توی کامپیوتر هستن میتونید این عنوان ها رو تیک بزنید و اپلای رو بعدش بزنید